دلت خوشه ها، مگه میشه تو ایران از این کارا کرد؟ اصلا مگه میذارن کار بکنی؟ این آتش‌خالایی که تولید کردی و کی اصلا میخره؟ اگه دور و بر شما آدم‌هایی هستن که تا وقتی که حرف از یه ایده جدید میزنید میان و این جمله‌ها رو بهتون میگن، این ویدیو رو تا آخر ببینید تا بتونید یه جواب قاطعانه واسه همیشه به همشون بدید. چند وقت پیش ما یه پستی رو منتشر کردیم راجع به یه کسب و کاری توی امریکا که با فروش عسل فلفلی راه اندازی شد. خیلی‌ها توی کامنت‌ها نوشتن که اینجا ایرانه، نمیشه از این کارا کرد، یا برید مثال ایرانی به ما بزنید، اینا مثال‌های خارجی‌اند، یا نمیشه، نمیذارن، و بهونه‌هایی که وجود داره. حالا من میلاد قیلیش از تیم نوین هستم و میخوام یه جواب به این حرفا بدم. قبل از هر چیزی میخوام به این مثال‌ها توجه کنید. دست به رنگ، گشت سلامت آریا، تروب، کومودا، پینورک، ای سمینار و استاد سلام و کلی فروشگاه اینترنتی و استارتاپ موفقی که ایده های جدید بودن توی ایران راه اندازی شدن و الان دارن کار میکنن. شاید با خودتون فکر کنید که آپارات، فیلیمو، اسنپ، اینا کپی برداری شده از ایده های خارجی هستن. اینجا اصلا مسئله ما کپی بودن نیست. ما میخوایم به شما بگیم که ایده های جدید توی ایران قابل راه اندازی هستن و راه اندازی شدن. شاید وضعیت بد اقتصادی و قوانین کمی کار رو سخت بکنن، ولی راه اندازی ایده های جدید توی ایران هیچ وقت غیر ممکن نبوده و نیست. پس بهونه ها رو بذاریم کنار و ایده ای که داریم رو بیایم و پیاده سازی بکنیم. همون موقعی که شما دنبال بهونه هستید واسه اینکه کارتون رو شروع بکنید، خیلی های دیگه دارن ایده های شما رو استارت میزنن و ازشون نتیجه میگیرن. پس همین الان کارتون رو شروع کنید. ما توی نوین آموزش هایی داریم که به شما کمک میکنه که زودتر به این هدفتون برسید.